سلام دوستان امیرسان معلمی هستم مدرس سایت ناوغه ها دات کام توی اینستاگرام یک ویدیویی گذاشته بودیم که خیلی مثل اینکه خوشتون اومده بود از اون ویدیو خیلی ویو خورده بود و خیلی ها گفته بودن آقا سورس کدش رو در اختیار ما هم قرار بده و خیلی هم گفته بودن آقا ببین ما این چیزی که حالا تو اینستاگرام ساخته بودیم این اینجوریه که شما حتما باید روی بله کلیک بکنی روی نخیره کلیک بکنی نخیره جاش عوض میشه یعنی دوباره کلیک میکنم جاش عوض میشه دوباره کلیک میکنم جاش عوض میشه خیلی هم گفته بودن آقا اگر هابر باشه خیلی باله هاور یعنی چی یعنی موسو به که روی نخیر بردم جاش عوض بشه اینو هم سعی میکنم آخر ویدیو خیلی کوتاه بهتون بگم که چیکار بکنید که به محض اینکه موسو بردی روی نخیر جاش عوض بشه فقط قرار این صفر و صدش رو براتون بنویسم توضیح میدم که کد چیه و چه کار... چه کارهایی انجام میده و میبینی که اینجوری داره کار میکنه و روی بالا اگر کلیک بکنم تکست بالا عوض میشه بریم با هم دیگه توضیح بدم که این کد چه کاری انجام میده برای زیبایی کار از پلاگین بیتس دو ویندوز استفاده کردم که پلاگینش میتونید از این قسمت استفاده ببینید اسمش رو میتونید دوی گوگل یه جستجو بزنید و بیاین توی پاپ داد دیو دانلودش بکنید این پلاگین فقط برای لینوکس مک ویندوز هستش بچه ها فلاتر فریم هستش که با زبان دارت نوشته شده و فلاتر رو وقتی شما باش کار میکنید یک بار کد مینویسی و خروجی رو برای هر پلتفرمی که دوست داشته باشی میتونی بگیری یعنی یک بار کد مینویسم برای اندروید برای آی iOS برای ویندوز برای لینوکس برای مک برای های هوشمند میتونم خروجی بگیرم ولی کاری که من الان انجام دادم برنامه که الان نوشتم من اینجا فقط برای دسکتاپ هستش یعنی من خروجی این برنامه که دارید میبینید رو برای مک لینوکس ویندوز میتونم بگیرم ما تو اندروید که موس نداریم ببره کلیک بکنه برای همین این پلاگینی که داریم استفاده میکنیم فقط لینوکس، ما، مک و ویندوز رو ساپورت میکنه. دقت بکنید به این موضوع و داره بهتون عکسش نشون میده، فیچرهاش رو براتون نوشته قسمت Get حتما باید با دقت مطالعه بشه میگه که توی popspec.yaml که پلاگین رو وارد کردی یعنی در اصل اینجا توی popspec.yaml من فوندها رو هم اضافه کردم ما اومدیم بیتس دوجو ویندوز رو ورژن یک پنج رو اضافه کردیم این که باید انجام بشه گذر از تحریم هم که اصلا فراموش نکنید حتما باید وصل باشه اگر هم گذر از تحریم خوب ندارید وی پی خوبی ندارید از شکن آی استفاده بکنید معمولا اوکیه و حالا بعضی وقتا ممکن قطعی هم داشته باشه پس این از این باید حتما گذر از سرین فعال باشه برای یه ویندوز میگه یه سری کارها رو بعد انجام بدید مثلا چه کارهایی مثلا بعد بری توی این قسمت بیای توی قسمت ویندوز بعد بری توی قسمت رانر بعد بری توی قسمت main.cpp و این دوتا کد رو اضافه بکنی ببین من اینجا معمولا برای خودم کامنت میذارم که بدونم چی رو عوض کردم چی مال منه چی مال خود کتابخونه است بنابراین من این دو خط رو اضافه کردم نوشتم here یعنی اینجا من دستکاری کردم و این دو خطی که خود کتابخونه گفته ایناها اینا این دوتایی که خودش گفته رو اضافه کردم حالا میگه خروجی ویندوز نمیخوای مک میخوای اوکی باید این کارا رو انجام بدی که من دیگه بهتون نشونه نمیدم چون مک ندارم برای لینوکس میخوای خروجی بگیری خب اوکی این کارا رو باید انجام بدی پس این کارا رو انجام میدید و تموم میشه میری پیکارش. فلاتر اپ اینتگریشن باید بیای توی مین و این کارهایی که گفته انجام بدی که من از قبل این کار رو انجام دادم اینو کنترل اس میزنید تموم میشه میبندیدش و من اومدم اینا رو اضافه کردم مثلا میگه سایز صفحه چی باشه 400 در 250 خب این سایزی که دارید میبینید 400 در 250 و یه سری کارهای دیگه مثلا اپو به محض اینکه لود کردیم سنتر وسط صفحه باشه و نابغه ها اپ تایتل صفحه باشه و چیزهای دیگه اینجا نوشته شده بعد اومدم یه هوم پیجی رو درست کردم اینا چیزایی هستش که مثلا من چک میکنم اگر روی نو کلیک شد یعنی این is yes کلیک مثلا اگه yes کلیک شد فلان متن رو نمایش بده اگه نو no کلیک شد فلان کار رو انجام بده که مثلا نو باتون رایت برای اینکه رندوم بتونم بین مثلا 10 تا 30 ببخشید 100 تا سی این دکمه رو جابجا بکنم یه چیزی رندوم دادم خب حالا شما هر جوری که دوست داری عمل بکن من خیلی برنامه الان تاریخ بهمون میگه یا نمیگه من خیلی وقت پیش اینو نوشتم یعنی الان دارم نگاه میکنم ببینم چی به چیه ولی مثلا گفتم از 150 بیشتر حق نداری بری ده آخرشه اینم که داستان چیز دیگه خب و مکس باتون و چیزهای دیگر هم تعریف کردم یه رنگی هم تعریف کردم و این رنگی رو الان شما نمیبینید ولی رنگی هستش که برای بگیراند این حالا توی این بگیراند هستم مشخص نیست برحالی یه بر رنگی که بعدا اوه اوه اشتباه شد بعدا میتونید خودتون عوض بکنید ببینید داستانش چیه از ویندوز بوردر رو استفاده کردم بوردر کالی رو که اینجا تعریف کردم و بهش دادم وید دادم یک یه کالم درست کردم اومدم از ویندوز تایتل بار باکس استفاده کردم و یه چیزی رو هم اینجا نوشتم ویندوز باتون هستش که این ویندوز باتون برای مینیمایز مکسیمایز و کلوز هستش ببین مینیمایز مکسیمایز و کلوز هستش این ستاره اینجا تعریف کردم و بعد توی اسمش رو ویندوز باتون درسته ویندوز باتون که اینجاها اوم... اینها ویندوز باتون رو آدم استفاده کردم از موو ویندو حتما باید اینو استفاده بکنید به خاطر اینکه اگر استفاده نکنید نمیتونید اینو تکون بدید پس اینو بعد بنویسید مربوط میشه به خود این کتابخونه ای که اضافه کردیم و چیزی که دارم میگم مربوط میشه به خود این کارمون خیلی راحت تر کرد این کتابونه بعدش ویندوز باتون دکمه های بالا رو اضافه کردیم که اینجا میبینید و بعد اومدم توی قسمت کالم از سنتر استفاده کردم گفتم اگه یس yes, کلیک شد تکستی که اونجا نوشته بودی یعنی این تکستی که اینجا هستش رو بنویس مرسی که صادق بودی اگه نو no بود صادقان پاسخ بده آیا توی احمقی رو نمایش بده و بعد اومدم این پایین دکمه ها رو اضافه کردم از استک استفاده کردم از پوزیشن استفاده کردم جسچر دیتکتور استفاده کردم گفتم اگر یس رو کلیک کرد که یس yes, میشه و اون متن رو نشون میده و اینجا میبینید که تکست بله من احمق هستم اینجا به این شکل نمایش داده شده و یه پوزیشن دیگه درست کردم رایت رو باتون بهش دادم ببین برنامه اگر ریستارت بکنم یک بار اینجا میاد ببین به این شکله خب اینو اینجا نمایش میده و آن تپش از جستشر دیتکتور دوباره استفاده کردیم آن تپش رو اومدیم چیکار کردیم از ست استیت استفاده کردیم به صورت رندوم گفتیم هر موقع روش کلیک شد یه جایی از صفحه این رو نمایش بده ولی مکسومین و تعیین کردم که مثلا یه جایی از صفحهش پایین صفحه راست صفحه و چپ صفحه که من نمی بینم نباشه برای همین از این استفاده کردیم و نخیر رو اینجا نوشتیم اینم که بهتون توضیح دادم فقط میمونه هاور که با هاور کردن روی موس موس بیاد روش جاش عوض بشه بریم و هم ببینیم که اینو چیکار باید بکنیم که شما از موس ریجن میتونید استفاده بکنید توضیحاتش اینجا هست و خودش یه مثالم اینجا زده ببینم من به من که موس رو میارم داخل کادر یه دونه اینتریز انت، انتر، به حساب میاد یه دونه اگزیت ببین به محسی که از کادر میره بیرون یه اگزیت به حساب میاره و اگر دقت بکنید the cursor is here داره قشن جایی که موس من حرکت میکنه رو مشخصاتش رو داره به من نمایش میده پس من با استفاده از این کتابخونه با استفاده از این ویجت میتونم کاری که میخوام رو انجام بدم باید از کلاس موس ریجن استفاده بکنم یعنی در از بیام این قسمت اولین کاری که انجام میدم اینه که حالا این دوتا رو یه کات میزنم اینجا پیست میکنم و این دوتا رو کامنت میکنم ببخشید ای بابا کنترل وی دوتا رو سلیک کامنت و بعد از اینکه کامنت کردین جسچر دیتکتور رو به جاش پاک میکنم و نخی رو میام اینجا موس ریجن رو کپی میکنم نخی رو رپ میکنم توی موس ریجن حالا این باز میشه موس ریجن ببین موس ریجن سه تا چیز داره سه تا پراپرتی داره آن اینتر آن اگزیت آن هاور میگه اگر موس رفت روی این ویجت چی بشه اگه موس ازش خارج شد چی بشه اگه موس هاور شد روش چی؟ چه اتفاقی بیفته من میتونم بگم آن هاور و ببین خودش میاره میگه کدوم یکی رو انتخاب بکنم من پایینی رو به رسم عادت انتخاب میکنم و از ست استیت استفاده میکنم اینجا و این چیزی که اینجا کامنت کردم رو داخلش مینویسم ببخشید پایینی پایینی رو میذارم کامنت باشه فعلا بالایی رو کامنتش رو ور میدارم کنترل اس میزنم یک بارم برنامه رو ریستارت میکنم بعد از اینکه ریستارت کردم دقیقاً همین اصلا موس حواسم نمو یهو رفت رو خود نه خیر ببین دقت بگم مثلا هیچ کلیکی نمیکنم ببین فقط یه دونه آروم میرم روش جاش عوض میشه ببین جاش عوض میشه و به این شکلی که میبینید فقط هم داره سمت چپ و راست میره این خودتون میتونید با این اعدادی که اینجا هستش بازی بکنید و مثلا بگید تا چقدر بره تا چقدر بره جلو و کارهای دیگه کدش رو توی دیسکریپشن یوتیوب ویدیو یوتیوبمون هست توی گیت هاب گذاشتم میتونید برید اگر چیز باحال تری به نظرتون رسید قشنگ ترش تونستید بکنید کد رو به قول توی گیت هاب میتونید حالا کسایی که گیت هاب بلدن میتونن درخواست بدن و من اون کاری که حالا لازم هستش رو اکسپت میکنم و توی گیت هاب میذارم باشه که بقیه‌ام اومدن استفاده بکنن و لذت ببرن. بچا فلاتر خیلی فریمورکی خوبی هستش. یاد گرفتنش هم خیلی آسون هستش. تا فرصت هست فلاتر رو یاد بگیرید، بهترین آموزشی که میتونید پیدا بکنید. من نمیگم برید خودتون توی سایت نابغه فقط نمونه ویدیو و نمونه پروژه ها رو ببینید. پروژه ف... وردپرسیمون رو ببینید که قشنگ از API ای آی زرین پال API ووکامرس وردپرس استفاده کردیم. کار با API ای آی کامل صفر تا صد یاد میگیری. یعنی هیچ جا با این قیمتی که الان هستش خیلی فرصت محدوده این قیمتی که الان هست داخل سایت هیچ جا نمیتونید همچین پکیجی رو که این چیزها رو بهتون یاد داده باشه پیدا بکنید یه بزنید خودتون پروژه ها رو ببینید متوجه میشید من چی میگم خداحافظ